نوع همین مناظرات شما توجه کردید، مثلا به این که شما در نشست های انتخاباتی یا شهرستان ها افرادی آورده میشن به عنوان شرکت در اینجا، خب این خیلی راحت فهمش بین که چرا به فهم مردم، به درک مردم، به انگیزه مردم به ویژه جوان ها اهانت میکنن آقایون. اگر این اعتراضات مردمی درست شنیده نشه، این عواقب بدی داره. در قضایای فتنه ما اجتماعات زیاد داشتیم، بسیاری از رادیوهای خارجی میگفتن که اینا رو با ساندویچ آوردن، با نمیدونم آب میوه آوردن اینها. بعد در روز نوه دی روشن شد، مردم روشن کردن که ما با هیچ کدوم از اینا نیومدیم، ما حرف داریم برای گفتن. اگه کسی به اعتراض کارگر توجه نکرد، به اعتراض کشاورز توجه نکرد، به اعتراض مردم و بیکاران که امروز خیلی عظیمی از بیکاران امروز معترضان توجه نکرد، و بعد به این اجتماعات هم که این اجتماعات نوعی اعتراض به عملکرد و سیاست‌های دولته، این اجتماعات اعتراض به عملکرد و سیاست‌های دولته، و یا گفته بشه که اینها به خاطر اینکه شما به مردم نمیدونم نبات دادید. من از روزی که فضای انتخابات در کشور شروع شد، فضای انتخابات، نه نام نویسی، یعنی من تصمیم گرفتم که بیام تو انتخابات، یعنی از 15 تقریبا 20 فروردین، من سعی کردم به هیچ عنوان در مجموعه آستان قدس رضوی حضور پیدا نکنم، برای که یه وقت اون مجموعه پاک و مطهر و اینها به مسائل انتخاباتی و اینها، به گومگوهای انتخاباتی آلوده نشه و این جایگاه به اون پاکی و طهارتش بمونه. خب این قطعا این افتراها و تهمتها رو مردم میفهمن. این گروه بندی ها و این دسته بندی ها اینا برای کشور مشکل گشا نیست. ما میگیم اشتغال، اونا میگن دیوار. ما میگیم بیکار داره فریاد میزده من کار میخوام، اینا بحث از چیزی دیگه میکنن و مسئله مردم نیست این مسائل. به نظر من آقایون یه مقدار برگردن به مردم، به خواست مردم، به مشکل بیکاران، به مشکل زنان بی سرپرست، به مشکل معلولین، به مشکل اون خانواده‌ای که 4 تا بچه داره، یک نفرش هم کار دستش نیست.